اینجا منطقه سلاله در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار است که کار ساخت یک جاده از سوی وزارت دفاع به هدف ایجاد سهولت ها به پاسگاه امنیتی و باشندگان محل جریان دارد. فرمانده لواء سرحدی در زون شرق میگوید که از دو سال به این سو در امتداد خط فرضی دوران در ولایت های نورستان، کنر و ننگرهار 100 پاسگاه امنیتی را ایجاد کرده اند. مخت خود سرحدی کوسی ډیر شاته او موږ الحمدلله سره نزیه سرحدی کوسی د ټول سرحداتو کې په نور درستانو ننګرهار کې په تیر اداره کې فرضی کرخه ته نږدې علاقو کې مو یا سرکونه نول کول تخریب شوی ول هغه ولسونه چې په دغه علاقو کې اوسېدل یا سرحدی پوستو کې کم ځواکونه اوسېدل ډیر د مشقت سره به مخ. از سوی هم کار ساخت چندین کیلومتر جاده نیز در این بخش کشور از سوی وزارت دفاع آغاز شده است. باشندگان منطقه سلاله که در مربوطات خط فرضی دوران زندگی میکنند میگویند که در گذشته هیچ توجهی به آنان نشده و اکنون خرسند هستند که در منطقه شان کار ساختی سرک جریان دارد. من تر خپل وس پورې کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته په مختلفو برخو کې خدمات وړاندې کړو، نو بیا هم کوم ځای کې چې دغسې مشکلات ولري زموږ هیوادوال اول ته موږ رسیدګي وکړو چې هغوی ته به خدمات وړاندې کړو. باشندگان منطقه سلاله که در مربوطات خط فرضی دوران زندگی میکنند میگویند که در گذشته هیچ توجهی به آنان نشده و اکنون خرسند هستند که در منطقه شان کار ساخت سرک جریان دارد. مخکې موږ دلته په سرحد کې ګڼې ستونزې لرلې چې موږ ته سرکونه نه وو، دې تر څنګ نور مشکلاتو له ګاونډي هیواد نه په موږ باندې توپونه راتلل، زموږ ځایي خلکو به په وار وار له دې ځایونو څخه کډې کولې. سرکونه بلکل زمونږ اټام هر ځای کې غواړو هر ځای کې غواړو. مسئولان امنیتی در زون شرق از ایجاد 100 پاسگاه نظامی در حال خبر می دهند که در حدود دو هفته پیش از اثر بازسازی یک پاسگاه نظامی در حومه های گذرگاه تورخم بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان درگیری یک ساعته رخ داد.